هما جان خیلی خوش اومدین. خیلی ممنونم مکس عزیز از دعوتت و خوشحالم که در کنارت هستم. مرسی، مرسی که این هم صحبتی با من دارین. خانم هما سرشار، نویسنده، خبرنگار. من همه این سالا که شما رو میشناسم از خیلی سن کم که اومدم توی کار کمدی و هنرپیشگی و تو فیلم فستیوال شما رو میدیدم، صحبتاتون رو شنیدم. خیلی خیلی هما جان شما خودتون هستین، همیشه هر مجلسی، هر مهمونی، هر سخنرانی، هر تو هر سیستمی که من با شما بودم، خانم هما سرشار همون شخصیت همیشگی بودن. امروز که ما الان کشورمون در یک بسیار جایگاه حادی قرار گرفته و اینقدر همه از نظر اموشنالی، از نظر همه احساساتی هن، همه ناراحتن، همه فکراشون دگرگونه، خود من حقیقتم امروز هم صحبتی من با شما بیشتر اینه که من یاد بگیرم که شما چی فکر میکنین، که شاید هم احساسات من یه ذره کنترل تر بشه یا یه سری چیزایی که برام مجهوله ببینم از دیدگاه شما چطوره. ما ایرانی ها الان هیچ همچین تجربه در این حد، در این لول رو نداشتیم. درست. و اولین باره که خیلی امیدواریم. ببین مکس عزیز، رویدادی که داره الان اتفاق میفته، الان وارد هفته ششمش داریم میشیم، گذشته هفته ششمش، چه روز گذشته، بله دو روز پیش 40 مهسا بود، برای همه ما یه رویداد غیر منتظر است. یه اتفاق است که شاید حدود یک دهه بود که جامعه ایرانی خارج از کشور دچار یک یأس، دچار یک نوع پذیرش برخلاف میلش، دچار یک نوع ناامیدی از اینی که دیگه اتفاقی در ایران نمیفته شده بود. و این حرکت و این خیزش خودجوش جوانای ایران، به خصوص زن ایرانی در داخل ایران، ماها رو هم تکون داده. یه دفعه دو مرتبه به خودمون اومدیم که نه، هنوز امید هست. زنای جوان ایران و این بچه‌هایی که الان رفتن کف خیابون، نقشه ایران رو دو مرتبه روی کره زمین درخشان کردن. میدونید یه جوری شد که ما اگر که میگفتن ایرانی هستی یا جمهوری اسلامی، احساس سرفکندگی میکردیم، الان احساس سربلندی میکنیم. الان کسانی که در مورد ایران حرف میزنن دیگه راجب آخوند و آیت الله اینا حرف نمیزنن، راجب دخترای جوان حرف میزنن، راجب پسرای جوان حرف میزنن، آهنگ شروین رو ترجمه میکنن، به فرانسه ترجمه میکنن، به انگلیسی ترجمه میکنن. و خیلی از کشورهایی که این نظر رو به زن ندارن، الان در پی این اتفاقی که در ایران افتاده، مثل افغانستان، مثل کشورهای دیگه، اومدن و شروع کردن، اونها هم این جنبش رو دارن ادامه میدن و دارن برای کشور خودشون و برای زنهای خودشون یک کاری میکنن. هما جان، تو چند روز بعد از فوت مهسا امینی، شما این حرکت رو که دیدین احساس کردین که امید هست برای این دفعه؟ یعنی چه جرقه، چه اتفاقی افتاد اون اولش که شما پیش خودتون فکر کنین ببینین آیا این دفعه هم سرکوب میشن این مردمی که تو خیابونن، یا امیدی هست که این دفعه واقعا یه تغییری بیاد؟ نسلی که تقی به توقی خورد سر انقلاب 57، فرار کردیم از ترسمون، نخواستیم بچه‌مون آسیبی ببینه، نخواستیم خودمون آسیبی ببینیم، و مخالف این انقلاب هم بودیم که داشت اتفاق می افتاد، مخالف آمدن آخونده بودیم، اومدیم از مملکت بیرون. شما الان ببینید تو این موقعیت هیچ کس از ایران نمیاد بیرون، خیلی ها هستن دارن بر میگردن داخل ایران، همین نسل جوان که میخوان برن کمک بکنن دو مرتبه با بچه ها باشن. و بعد مهمتر از همه پدر مادرها که بچه هاشون رو تشویق میکنن که برن، جلوی بچه هاشون رو دیگه نمیتونن بگیرن. یعنی این اتفاق و این رویداد نشون میده که این بچه های دهه 80، این جوانان و دهه 90 ها که باشون هستن، از میدون در نمیرن، کنار نمیرن، نه نمیپذیرن. در نتیجه ما در خارج از کشور هممون، میدونم تو هم همینجوری هستی، ساعت 3 نصف شب از خواب بیدار میشی، چون 3-2 بعد از ظهر ایرانه، فکر میکنی اتفاق ممکن افتاده باشه، 3-4 نصف شب بیدار میشیم، سوشال میدیا رو نگاه میکنیم ببینیم از چه خبره، از داخل ایران چه خبره. در نتیجه یه شوق زندگی در ما هم پیدا شده.
خسته هستیم هممون به دلیل اینکه داریم کوشش میکنیم صدای این بچه ها رو برسونیم. دقیقا. شما به شما خیلی زحمت کشید. همه من خودم زحمت... شما رو هر روز میبینم. منم احساسم دقیقا با شما همینطوره. بعد 10 روز خودم مثلا من از روز اولی که این اتفاق افتاد به خاطر اینکه توی تور بودم و توی واشنگتن دی سی شو داشتم، 2 روز بعد از فوت مهسا من روی استیج صحبت کردم، ولی اینقدر مسئله جدید بود هنوز فقط در حدی بود که فقط همدلی بکنیم با کسی که از دست دادیم. بعدن مردم ایران که اومدن تو خیابون و موندن و همین طور روز بعد از روز اینا موندن تو خیابون کردستان، همه شهرها شروع کردن واقعا مبارزه کردن. یک دفعه من احساس میکنم وقتی که دخترانشون دادن که با چه قدرتی دارن میان بیرون، من خودم این جنس این پروتست ها رو دیدم که فرق میکنه و خیلی اونجا امید گرفتم. و اگه شما توجه بکنید من خودم مثلا زیاد هیچ وقت صحبت های سیاسی نکردم، اینقدر از درون با اشتیاق و واقعا با یه حسی که یه اتفاق بزرگی داره میفته، این همچی حس هیچ وقت نداشتم. یکی از ویژگی های این انقلاب یا این خیزش و این جنبش بچه ها اینه که همه رو میپذیره در خودش. شما اگه که برگردی به عقب به 40 سال گذشته نمیدیدی این یک همبستگی رو. یه طرف مجاهدین خلق وایساده بودن، یه طرف سلطنت طلبا وایساده بودن، یه طرف بچه های اصلاح طلب بودن، یه طرف بچه. الان اصلا تو اون جمعی که هم خود شما بودی من بودم در مثلا دانتان لس آنجلس که 30,000 نفر 30,000 نفر اومده بودن، هیچ کس به کس دیگه ای که کار نداشت که تو نخه. پرچم شیر خورشید دستته یا پرچم نمیدونم چی دستته یا عکس فلانی دستته یا عکس اون یکی دستته. همه با هم داشتن با این بچه های داخل ایران هماهنگی میکردن که این رژیم باید بره و این اتفاقی که برای مهسا افتاده دیگه نباید برای هیچ زن ایرانی تکرار بشه، برای هیچ مرد ایرانی نباید تکرار بشه. دقیقه. من در واقع یه نوع روزی نگار اتفاقات بین جامعه ایرانی در خارج از کشور بودم. یعنی 40 سال ضبط صوت رو دوشم بوده، حالا قبل از اینکه آیفون و این چیزا بیاد مجبور بودم ضبط صوت گنده سونی دستم بگیرم برم و برم مصاحبه کنم، گزارش تهیه کنم و بعد ببینا رو بنویسم. و حالا اینا رو هم یه 30 سال پیش یه کتاب یه 2 جلد کتاب در آوردم به اسم در کوچه پس کوچه غربت، اخیراً یه 2 جلد دیگه به نام روایت ماندگاری. روایت ماندگاری رو از این بابت نوشتم که این اتفاق که الان اینجا افتاده خودش به خودش هم نیفتاده. مکس عزیز، این اتفاق پله 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 هایی که ما گذاشتیم، خود بچه ها، خود ایرانی ها داخل ایران گذاشتن. شما در جنبش سبز میدیدید که یه دی دنبال موسوی اینها بودن، یه دی دیگه دنبال آقای اسمشون هم یادم رفت رئیس جمهور سابق، دنبال ایشون بودن و با هم دعوا رنگی احمدی نشد. این یکی رنگش سبز بود، اون یکی رنگش بنفش بود. الان اصلا اینو نمیخوان، الان از تمام این مرزها گذاشتن، میگن آقا ما اصلا این رژیم رو نمیخوایم دیگه. در نتیجه تم یا دلیل توی خیابون اومدن بچه‌ها و دلیل پشتیبانی ما، دلیل این که همه ما در تورنتو 50,000 نفر میرن، تو برلین 100,000 نفر میرن، همه ما یه چیزو میخوایم، سقوط این رژیم. بله. براندازی. بله. این رژیم. بله. ما همه ما اینو میخوایم. اتفاقی که تو ایران افتاد این دفعه و این جور مردم دارن میجنگن، از نظر سیاسی که شما نگاه میکنین هیچ اتفاق سیاسی نبود پشت سرش، از نظر داخلی که توجه میکنین هیچ اتفاقی نبود که مثلا بگین یه کسی اومد پشت سر این یه قصه پشت سر، بدون رهبر یا سردار. اینقدر انرژی این یه حس واقعی داره. یعنی من احساس شخصیم اینه که کارما که نمیدونم فارسی کارما میشه کارما، همون کارما. بله. من احساس میکنم کارمای ما برگشته. یعنی یک مافوق انرژی که این دنیا میخواد، هر کی میخواد خلاف ما باشه، میخواد آمریکا باشه، میخواد اروپا باشه، میخواد خود اون مملکت، اون کسایی که توشن. من احساس میکنم یه موقع هست که مثلا میگن خدا خواست این اتفاق بیفته، هیچ کی نتونست جلو این کارو بکنه. یه زلزله میشه و هر شما تکنولوژی داشته باشین، پول داشته باشین و قدرت داشته باشین، جلو زلزله رو نمیتونین بگیرین. من احساس میکنم
این دفعه جوری که شما میگین همبستگی شده همه چجوری میشه این همه میلیون ایرانی همه چی داره الائن میشه که این اتفاق بیفته؟ یعنی من از نظر اسپریچولی احساس میکنم یک کارمایی هست که برای ما به صورت بسیار بی نظیر داره انجام میشه. چقدر توضیح جالبی، اون یه نقطه نظر خیلی قابل توجهی هست. ولی یه چیز، یه ویژگی این که همه ما رو کشیده به هم دیگه اینه که 40 ساله این رژیم داره ایرانی ها رو از همدیگه بینشون تفرقه میندازه برای اینکه بتونه حکومت کنه. یه ضرب المثل داریم تو فارسی، میگه تفرقه بیاندازه حکومت کن، و اینها دقیقا دارن این کارو میکنن. شما ببینید در تمام این 40 سال خواستن کرد و بلوچ و سنی و اینا رو از هم جدا بکنن، خواستن زن رو از مرد جدا بکنن، خواستن بچه رو از خانواده جدا بکنن. ناموفق بودن، یعنی هیچ اتفاقی نمیتونست بیفته جز اینی که یک دختر کرد ایرانی به دست این رژیم کشته بشه و بعد مردم برن فریاد بزنن بگن که جانم فدای کردستان، جانم فدای زاهدان، ایران یکیه، همه ما یکی هستیم. تو بر مردم زاهدان صدا بزن، اشعار بدن، میگن جانم فدای ایران. این نشون داد که اصلا هیچ کدام از این پیش بینی هایی که این رژیم کرد، هیچ کدام از این انرژی هایی که رژیم گذاشت، انرژی های منفی ستیز، پر از ستیزش که انسان ها رو به جون هم بندازه بلکه کاری به کار رژیم نداشته باشن، اونا بتونن هر کاری میخوان بکنن، فایده نداشت. الان شما اینو میفرمایید، من اینو دارم توی سوشال میدیا الان میبینم چجوری یه سری اکانت های خیلی فیکن. من الان اینا رو شروع کردم این اکانت ها رو چک میکنم، میبینم زیرو. مثلا زده زیرو زیرو، بعد برای چه املایی نوشته که مثلا اومده برخلاف آدم های مختلف صحبت داره میکنه، بین آدما دارن تفرقه میندازن و سنگ میندازن. و چقدر این کارو قشنگ انجام میدن، چقدر هنرمندا رو الان به جون هم دارن میندازن. به نظر من الان ایرانی‌ها خیلی باید حواسشون جمع باشه، خیلی زیاد، که توی اینترنت به گول یه سری حرفا رو نخورن و چشمشون فقط جلو باشه به طرف اون هدفی که داریم. چقدر نکته جالبی رو گفتی، هم دارن کسانی که کشته شدن رو خراب میکنن، هم دارن هنرمندایی که اومدن به طرفداری از مردم رو دارن خراب میکنن، هم کسانی که دارن در خارج از کشور کوشش میکنن. شما میدونی الان برای حامد اسماعیلیون شروع کردن یه کمپینی رو انداختن، یه کارزاری رو انداختن که واقعا ناجوان مردان است و هر کسی اینو باور بکنه، اصلا به نظر من تعلق به جامعه ایرانی یگانی که الان میخواد رژیم رو بر بیاندازه نیست، بلکه یه ارتش سایبریه که داره این کار رو میکنه. ما بدون هیچ سلاحی توی این سوشال میدیا سعی میکنیم خبر حرفمون رو بزنیم، پشت هم باشیم. اونا خیلی کنجکاون که بدونن کی داره چی میتونه اثر بزنه و اونو از بین ببرن. من الان اینه که شما میگین اصلا از درون ناراحت میشم، برای که یه همچین انسانی که واقعا با خلوص نیت کامل زن و بچهش چی داره دیگه؟ مثلا این آدم به جز این که بخواد جلوی اینا وایسه و حداقل مردم و زن و بچه های مردم رو بهشون امید بده، کمک بکنه، زندگیشون عوض بکنه، هیچ هدف و چیزی نداره. نه، بارها ملام کرد که اصلا هیچ جاه طلبی سیاسی نداره، اصلا هیچ کاری نمیخواد بکنه. خیلی کسای دیگه هم هستن که دارن کار میکنن، ولی یه انسانی با این شخصیت، یعنی یه مرد خیلی معمولی، به خاطر این فاجعه که در زندگیش اتفاق افتاده یک تکانی خورده یا یک ضربه‌ای خورده که این ضربه به جای که اونو بشکنه تیزترش کرده و بعد داره مبارزه میکنه. کی میتونست یه فراخوان بده در تورنتو یه دفعه 50,000 نفر جمع شن، در لس آنجلس 30,000 نفر جمع شن، در شهرهای دیگه 20,000 نفر در سراسر دنیا تو 160 شهر جمع بشن و بعد برلین رو فراخوان بده؟ بی‌نظیر. هیچ انسان معمولی نمیتونه. یک انسانی که دلش در حدی شکسته، اون آهش اینقدر داغه و اون انرژیش به نظر من اینقدر بزرگتر از خودشه که وقتی که یه همچین فراخوانی میده، اون انرژی است که مردم همه میان. درست. برای همین من خیلی اسماعیلیون رو دوست دارم، به دلیل اینکه میدونم این آدم اصلا، شاید قسمت این آدم اینه که این آدم ها سرنوشت ایران رو دارن عوض میکنن و
بدون هیچ، به قول شما همینجوری که شما گفتین، بدون هیچ مقصود جاه طلبی چیزی هیچ. نه، و بعدم جنگی که الان هست جنگ کاملا نابرابره. همطور که گفتی در خارج از ایران ما کلام داریم، نوشته داریم، کلام داریم، کار دیگه که نمیتونیم بکنیم. فوقش اگه که شخصیت های بین ما باشن که بتونن با در کابینه آقای بایدن یا در کانادا در کابینه آقای ترودو اینا بتونن با کسی صحبت بکنن، نظر بدن، تشویقشون بکنن که پشتیبانی بکنن از مردم، بیش از این کار نمیتونیم بکنیم که دقیقا. بیانیه میتونیم بنویسیم، اعتراضمون رو میتونیم بنویسیم و صدای اینا رو برسونیم. بله. در ایران بچه‌ها چی دارن؟ سنگ. ولی شما ببینید 40 روز 45 روز هیچی، بدون هیچی، فقط وجودشون. یه چیزی بگم، این بچه‌ای که تو خیابونن اینا آدم کش نیستن. نه، چقدر ویدیو اومده که این سپاهی ها رو گرفتن، بسیجی ها رو گرفتن، نکشتنشون. اینا آدم کش نیستن، اینا آدم های معمولی هن. اینا یه آدم های هن که فقط یه آزادی و زندگی میخوان. آدم کش نیستن. نه؟ شما نظرتون راجع به این که چه چیزی میتونه الان کمک بکنه به عنوان یک لیدرشپ، به عنوان کسی که بتونه از خارج کشور یا داخل کشور مسیر بده، کمک بکنه، شما نظرتون چیه کلا؟ ما باید به این بچه ها، به این خانواده ها پول برسونیم. موقعی که میگیم بهشون که ما برید اعتصاب بکنید، اعتصاب مختلف در پتروشیمی اعتصاب میکنن، توی جاهای مختلف اعتصاب میکنن، تشویقشون میکنیم، میگیم بر اعتصاب، ما باید به این خانواده ها پول برسونیم. خب خیلی وقت الان من بیشتر از 3 هفته از فکر من، ذهن من و بسیاران دیگه میدونم، خود شما میدونم، مشغول اینه که ما چگونه این کار رو بکنیم. نه، ببینید جنگ نیست که بریم به صلیب سرخ بگیم جنگ، ما میخوایم پول بدیم کمک بکنیم به جنگ زده ها. سیل نیست، تظاهرات، انقلابه. در نتیجه شاید که نه، به طور قطع مثلا صلیب سرخ رو نمیتونیم داخل بکنیم، سازمان ملل رو نمیتونیم داخل بکنیم که سازمان ملل پول ببره به کی بده، متوجه میشی؟ تنها چیزی که با بسیاری از دوستام که من صحبت کردم و با هم دیگه فکرامون و عقلمون رو هم گذاشتیم اینی که این کار رو انفرادی انجام بدیم. هر کسی، شما خودت تو ایران بالاخره یه کسی داری، یه پسرعموی، دخترعموی، یه کسی در داخل ایران هست که میدونی تو فلان شهرستان یا تو تهران، کسی که الان 40 روز تو خیابونه، چه جوری خرج زندگیشو در بیاره، چه جوری بتونه نون بخوره، چطوری میتونه غذا بخوره؟ این مهمترین اتفاقه. رژیم هم منتظره که اینا خسته بشن، منتظره اینا به بیچارگی برسن، به بیپولی برسن، یعنی لنگ شام شب و نهارشون باشن که نیان بیرون و برن دنبال کارشون. این باید به صورت یه کارزار همگانی در بیاد، همه یه جوری با یه نفر در ایران در ارتباط باشن و این پول رو برای این بچه ها بفرستن، چون نمیتونیم یک سازمان غیر انتفاعی، یه نهاد غیر انتفاعی رو پیدا بکنیم بگیم آقا تو حالا افک داری بیا پول برفت. نمیشه، اصلا این نمیشه، شدنی نیست، به خاطر تمام مشکلاتی که الان وجود داره، تحریمایی که وجود داره و مسائلی که به راستی خب کشورهای مختلف دلیل دارن که این تحریم‌ها رو هم گذاشتن. دست ما کوتاه از این زمین، ولی میتونیم راه دیگه‌ای پیدا بکنیم برای این. خود من این کارو کردم، به چند تن از دوستان دیگه هم گفتم، اونام دارن این کارو میکنن. این برای یه شخص، یه نفر، یه انسانی که دغدغه ایرانو داره، یه چیزیه که یه مقداری آرومش میکنه. میگه برای من 1000 دلار 2000 دلار جمع بکنم از دوستانم، 5000 دلار بفرستم، چیزی نیست، ولی این 5000 دلار میتونه برای چند تا خانواده برای مدت 1 ماه 2 ماه اینا رو نگه داره تا بتونم مقاومت بکنم، بتونم تو خیابون بیان و مبارزه‌شون رو ادامه بدن. حرفتون درسته. و خب مثلا یه سری دوستا و آشناهایی دارن که اگه به اونا پول برسونن، اونا هم میتونن اون پولو برسونن به دست آدم های درست حسابی. من خودم از شو لس آنجلس هم یه هفته مونده، ما به حالت شروع کردیم پیرنای لوگوهایی که از آرتیست اومده اینا رو پرینت کردیم و برای چریتی پول رو ریز کردیم. ولی چریتی که من یعنی احساس کردم که الانم هر وقت شما میگین پول میخوام بدیم به ایران، همه نگرانن که پول نکنه بره دست جای کسی اشتباهی. من تنها سازمانی که اینجا خیلی اعتماد دارم و کارشون رو دوست دارم، ارگانیزیشن مامز اگینست پاورتی. من قبل از اینکه اصلا این کارو شروع کنم، بهشون زنگ زدم گفتم اگه اجازه بدین میخوام این کارو بکنم،
پولشم بدم خدمت شما، برای اینکه اونا توی شهرهای کوچیک مدرسه میسازن و خیلی کمک میکنن. بسیار نهاد قابل اعتمادی. خیلی خود خانم دلفریب خودش واقعا یک انسانی که زندگیشو به اصطلاح بخشیده به این خیریه. ولی الان که اینو فرمودین، خب فکر میکنم که مثلا خبر برسونیم به هم دیگه، مثلا شما یه کسی رو پیدا بکنین مورد اعتماد باشه که میدونه چجوری بتونه کمک بکنه، ما همینطوری تو به اصطلاح دایره خودمون خیلی میتونیم کمک بکنیم. به خود منم میگم، میگم ما حاضرین پول بدیم، ولی بگو کجا، به ما بگو کجا چجوری. حالا ببینید، این مثلا Moms Against Poverty و همینطور Keep Children in School KCIS که اینم یکی از نهادهای غیر انتفاعی خیلی فعال خوبن، اینا پول میدن به بچه مدرسه یا خب کارشون اینه که به بچه های مدرسه برای مدرسه رفتن پول بدن. همین که پول مدرسه رفتن یه بچه رو بدن برای خانواده‌ای که پدرش ممکنه الان بیکاره، کمکه. در نتیجه به اونا همین فکری که تو کردی فکر فوق‌العاده خوبیه. کسی نمی‌شناسه، به اینا بگی به اینا بدی که اینا برن و اون کمکی که به اون خانواده‌ای که الان تو این شرایط پدر بیکار شده، برادر بیکار، مادر شاید کار نداره، اینو برسونن، اینم خودش کمکه. من فکر میکنم همین قدمای اینجوری اگر همه ما این احساسو بکنیم، من یه فرد که این مسئولیتو داریم که این کمک مالی رو به ایران برسونیم. الان ما که نمی‌خوام اسلحه بفرستیم دست بچه‌ها، که می‌خوایم کمکشون بکنیم که بتونن یه ذره خیالشون آروم باشه که بلکه مبارزه‌شون رو درست‌تر ادامه بدن، و این کار تنها چیزی که الان امکان پذیر. 100%. چقدر فکر می‌کنین یه همچین موومنتی طول می‌کشه؟ کوتاه نیست. کوتاه نیست. هیچ انقلابی کوتاه نیست. حالا حالا کار دارن. متأسفانه خون زیادی ریخته خواهد شد. کشتار خواهند کرد اینا. میکشن بچه های جوان ها. یعنی موقع که این حرف رو میزنم قلبم درد میگیره و اینو میگم. و ما پدر و مادرهای متاسفانه داغ دیده زیاد خواهیم داشت. بچه هاشون کشته خواهند شد. خود نسل پدر و مادرهای این بچه هم اینا هم الان تو خیابونند. یه تعداد زیادشون تو خیابونند. ولی خب انقلاب شوخی نیست. نه شوخیه، نه کمدیه، نه هنره، هیچی نیست. فقط بر خیزش یک ملتیست علیه ظلم. 40 سال با اینا راه اومدن که بلکه اینا یک کمی وا بدن، بلکه اینا یه کوچولو راه بدن، بلکه اینا دست از ستیز با زن وردارن. آخه اصلا موجودی به نام زن تیغ خار تو چشم تمام این جمهوری اسلامی و مذهبیونه. مگه میشه که در دنیای امروز در سال 2022 نشستیم ما وقت به یه زن بگن آقا چی بپوش چی نپوش؟ کرامت زن رو اینا به زیر سوال بردن. و به خاطر همین نمیشه دیگه، نمیمونه این وضعیت. ایران امروز، مکس عزیز، دیگه به ایران قبل از مهسا بر نمیگرده. خب به طور قطع. آخه من خیلی برام یه تیکه کار مجهوله. اینم اینه که این همه کشته دادیم، این همه آدم دیگه هم میرن بیرون و مبارزه میکنن، چجور میشه این که اینا یه همچین ارتشی و یه همچین قدرتی بیاد پایین؟ و من اصلا نمیتونم تصور اینو، برای من سخته که چجور. ارتش، اسم ارتش آورد. ارتش با سپاه و بسیجی فرق میکنه. ارتش هنوز بازمانده ارتش دوران قبله و ارتش با مردمه و اینا میدونن ارتش رو توی مشتشون نگه داشتن. میگن تمام پادگان های ارتشی دورش مأمور گذاشتن. ارتش اگر که یک همتی از خودش نشون بده و بیاد طرف مردم و پادگان ها رو واز کنه رو مردم، کار تمامه، اصلا بحث نداره. مردم ارتش رو دوست دارن. مردم از بسیجی متنفرن، از سپاهی متنفرن، از رژیم هم متنفرن، ولی میدونن که ارتش مثل خود زنای داخل ایران، ارتش هم دوچار خفقان بوده برای اینکه نذاشتن که نفس بکشه. میدونی یه چیزی به اسم ارتش وجود داره، ولی اینا هیچ کار نمیکنن، نمیذارن اینا کاری بکنن مگر اینکه به دستور خودشون. در نتیجه معلومه، مشخصه که در ته دلشون ارتشی ها میخوان با مردم باشن. باید یه همت بکنن این ارتشی ها بیان و داخل مردم بشن. اگه این کار رو بکنن کار تمامه. خب این خیلی، اینکه شما میگین خیلی تکون دهنده است.
امیدوارم که این اتفاق هر چیز زودتر بیفته. زمان انقلاب 57 احساس میکنم که واقعا تصمیم مردم نبود. احساس میکنم از این تاریخی که الان میبینم، از این همه ویدیویی که میبینم، کشورهای خارجی دیدن شاه اون جوری که اینا میخوان بازی نمیکنه، میخوان ایران و نفتش و چیزهای دیگرش رو غارت کنن و نمیتونن. به غرور این آدم و جوری که داره مبارزه میکنه دوست نداشتن، گفتن حرف ما رو گوش نمیکنی، ما یه جوری دیگه تو رو از بین میبریم. و خیلی مشخص بود که چطور این موومنت انجام شد و این دولت رو عوض کردن. یعنی وقتی که مردم ریختن تو خیابونا چقدر قشنگ راحت هم این دولت رو عوض کردن. این همچین چیزی ما نداریم، ما همچین چیزی اصلا نزدیک این هم نداریم. نه اون دوره آقای هویزر بلند شد اومد به ارتش گفتش که شما بی‌طرفی اعلام کنید. خب برای اینکه تصمیم گرفته بودن در کنفرانس گوادالوپ همه که امریکا و کشورهای غربی اینا نشستن با هم تصمیم گرفتن که آقا باید یه گوشمالی به ایران داده بشه و بعدم ارتش قبول کرد، ارتش پذیرفت که بی‌طرف بشه. موقعی که ارتش بی‌طرف میشه خب میفته یه رژیمی، میفته یک رژیم روی پای ارتشش و روی پای نیروی نظامیش وایساده. این اتفاق موقعی که افتاد 40 سال مردم ایران گفتن چرا امریکا دخالت کرده، یه دور سر 28 مرداد گفتن چرا امریکا دخالت کرده، یه دور سر این رژیم که 40 سال کارتر داره چوب این دخالت رو میخوره. میدونیم همه ما ایرانی ها متنفرن از کارتر، چوبش داره میخوره ولی بنفتش هم گرفته. نه منظورم اینه که چوب اون که بله اصلا برای منافعشون میکنه. کی فکر میکنه؟ شما فکر میکنی اصلا کدوم کشوری، کدوم رهبری برای ملت یک کشور دیگه دلش میسوزه؟ اتفاق مهمی که افتاده اینجا اینه که بچه‌ها و این بچه‌هایی که الان تو خیابون هستن اصلا دیگه نمیگن. شما دوره جنبش سبز یادتونه رفتن تو خیابان گفتن که اوباما اوباما با ما یا با اونا، درسته؟ چشمشون با ما با اوباما بود. شما اصلا شنیدید که یک دفعه یکی بگه بایدن کجایی یا بگه آقای ترودو کجایی؟ نه چش دیگه ایرانی به اون موقعیت الان رسیده که میگه بعد رو پای خودش وایسه، باید خودش سرنوشت خودش رو تعیین بکنه، چشم امیدی به خارج نداره. من خودم خیلی امید داشتم که دولت بایدن یه حرکتی میکرد و وقتی که میدیدم که هیچ کدوم این اخبار CNN و CNBC و همه اینا هیچ کاور نمیکنن و حقیقتا این احساس رو کردم که اینا نمیخوان جمهوری اسلامی بره. و همونجور که الان تو یوکرین اگه این جنگ به درد آمریکا نمیخورد که به خاطر فقط مردم یوکرین برن اونجا این همه بیلیون دلار اسلحه ببرن، نه اینا جنگشون با روسیه است. دقیقا. و مردم اوکراین هم اونجا بعد این وسط خون بدن به خاطر اینکه اینا با هم جنگ دارن. ولی که نمیخوان به نظر من این رژیم برای اروپا و برای آمریکا، این دفعه برای من به شخصی خودم به فکر خودم اومد که خیلی اینا به درد اینا میخوره. اینکه 40 سال میگن مرگ بر آمریکا، اینا هم 40 سال میگن که اونا تروریستن، ولی احساس میکنم همه رو بازی گرفتن پشت پرده از هم بسیار بسیار دارن منفعت میبرن. یه چیزی که ما ایرانی‌های خارج از کشور باید یاد بگیریم، حتی من فکر میکنم ایرانی داخل ایران اینو یاد گرفتن و همین شعاراشون هم همینو نشون میده، ما در خارج از کشور باید اینو یاد بگیریم. هیچ حزبی، هیچ رئیس جمهوری نمیاد منافع امریکا رو به خاطر منافع مردم ایران، ملت ایران زیر پا بذاره. در نتیجه این دعواهایی که در دوران ترامپ را افتاد، در مبارزات انتخابی آقای ترامپ و بایدن و قبل از اون با خانم هیلری کلینتون، من چند تا شرط بستم با چند نفر، شام بردم، نهار بردم، سینما بردم، گفتم ترامپ بیاد هیچ کاری نمیکنه، خدا بیاد رئیس جمهور امریکا بشه، اگه منافعشون نباشه هیچ کاری نمیکنه. شما آبان رو، خیزش آبان رو 1500 نفر ظرف 2 روز کشتن. آقای ترامپ چیکار کرد؟ رفت گفتش که I'm with you beautiful people of Iran. That was it. یعنی اونی که فکر میکرد که الانم باز هنوز یه دیگه خیلی طرف دارم میکنه اگه ترامپ بود این 2 روزه نه آقا، اگه ترامپ بود، اگه بایدن بود، اگه اوباما بود، اگه هر کی بود، اگر منافعشون همین حرفی که شما الان زدی، اگه منافعشون در بین نباشه
هیچ کاری نمی کنن. ما فراموش کنیم که دموکرات ها ضد ایرانن، جمهوری خواه با ایرانن، با مردم ایرانن، اونا ضد مردم ایرانن. این واقعیت رو اگه قبول بکنیم، اون وقت سعی میکنیم به جایی که با یه حزب دشمن باشیم، با یه حزب دیگه دوست باشیم، از هر دوتا حزب بخوایم که حقانیت مردم ایران رو بپذیرن و دخالتی در کشور بکنن در حدی که نه لشکرکشی به داخل ایران باشه، نه اینکه برن بمب بندازن روی ایران، ولی دخالت جهانی بکنن، مسئله حقوق بشر رو بکشن پیش، از سازمان ملل بندازن بیرون، از شورای نمیدونم طرفداری حقوق زنان در سازمان ملل، آخه ایران در شورای زنان سازمان ملل چه کار میکنه؟ ایران که نه جمهوری اسلامی، کسی که این همه ستم بزن میکنه، این کارا رو بکنن، یعنی این رژیم رو منزویش بکنن، ایزولش بکنن، اون از بین خواهد رفت. مردم هم که تو ایران هستن خواهان این چیز هستن. اگه بخوان از پشت و یواشکی و این چیزا بهشون کمک بکنن، یه چیز بود که آقای ریگان فرستاد دیگه، هویج و انجیل رو با هم فرستاد باشن، یعنی صلح میخوان. هر آقای ترامپ هم برگشت گفت من حاضرم بیام باشون بشینم صحبت بکنم، مذاکره بکنم. مذاکره نباید بکنن به. این کارا رو نباید بکنن، ولی دخالت که بخوان بیان ارتش ببرن، خب مثل افغانستان میشه، ارتش ببرن بعد از این مدت خسته بشن بیان بیرون. بله، نه ایران که اصلا سیستمش فرق میکنه. حالا یه چیزی که اینجا برای من خیلی روشنه اینه که ما در این کشور خیلی نفوذ زیاد داریم، فقط بعد این محور رو پیدا بکنیم، به خاطر اینکه ما در آمریکا و در اروپا، ولی حداقل در این کشور اینقدری که من میدونم، نتورک ایرانی ها رو میدونم، درسته ما ایرانی کم در سیاست آمریکا داریم، ولی اینقدر در شرکت های مختلف، در تکنولوژی، در هزاران مسائل پزشکی ما قدرت داریم که اگر مهرهای ایرانی در آمریکا واقعا وایسن و فشار بیارن به دولت آمریکا، من احساس میکنم دولت آمریکا متوجه میشه که ممکنه اصلا یک قسمتی از این کشور بتونه فلج شه اگه ایرانی ها رو الان بهشون احترام نذاره به این نظرشون. حالا به قول شما دخالت مستقیم نمیخواد بکنه، حداقل بره توی سازمان ملل بگه که آقا اینا نباید آدم داشته باشن که راجع به حقوق بشر و حقوق زن صحبت بکنه، و بتونه خیلی بیشتر اینا رو ساپورتشون نکنن با تحریمایی که میذارن. ولی منظورم این که ایرانی های قوی ما داریم در این کشور که بتونن توی این مزار. فکر میکنم برای اولین بار همه دارن این کارو میکنن. درسته، منم خواستم بگم که الان داریم میبینیم که چقدر هر کسی در توان خودش، توی محدوده خودش، تو پایگاهی که هست، در کاری یه کاری میکنه. همه دارن کاری میکنن. خانم سرشار، واقعا اینو قبول دارم، حتی من ایرانیایی میدونم که شاید نصفشون ایرانیه، مثلا مادر یا پدرشون خارجه، یا اینکه ایرانی هستن که اصلا اینقدر توی محیطی بزرگ شدن که اصلا ایرانی زیاد ندیدن، اونا هم دارن زحمت میکشن. یک مسئله که در سوشال میدیا هست، دین، من یه ویدیو هم گذاشتم که اسلاموفوبیا رو توضیح دادم برای کسایی که ایرانی نیستن، برای که من خودم تو سوشال میدیا به چند نفری که تشویق کردم که بسن، گفتم مرسی که اینا رو پخش میکنین، بیشتر بکنین. سوال پیش اومد در چند نفر از من، پرسیدن که آقا ما نمیخوایم که به دین اسلام. من اونجا متوجه شدم که نه، این اصلا مردم خارج از ایران نمیفهمن که ما با دین اسلام ما کاری نداریم. ما با این رژیم کار داریم که خیانتکار، دزد، آدم کشه، و ما جنگمون با اینه. طبعاً این مسئله، من این ویدیو رو که گذاشتم دوست دارم الان یه سری این مطلب بگم که خیلی از ایرانی ها به من مسیج دادن که نه خیر، ولی خب دین اسلام گفت میکشه و این کار میکنه. الان وقت اون بحث نیست. اسلاموفوبیایی که ما داریم توضیح میدیم، الان وقت اینه که دوباره اون هدف اصلی اینه که ما یه رژیمی رو برداریم که بتونه یه رژیم دیگه بیاد که بتونه کشور ما رو کمک بکنه، مردم ما رو کمک بکنه، مردم زندگیشون بهتر بشه، آزاد باشه، درست باشه، فرهنگمون برگرده به اون فرهنگ اصیل ایرانی که واقعا عشق و محبت و عرفان و همبستگی و شعرهای حافظ و سعدی و اون محبت و بیوتی که واقعا فرهنگ ما داره، مذهب هم بده تو قلب مردم و تو خونه مردم، هر کسی مذهب خودش تموش. یعنی
این زیبایی کاره. حالا چه این دین رو شما دوست دارین، چه این دین رو دوست ندارین، تفرقه و اون مشکل، اون دوباره اون تله است که ما نمیخوایم بریم تو اون تله بیافتیم. فکرمون رو بذاریم رو آزادی مملکت و اینکه این رژیم بتونه از بین بره. مثلا اینم گفتم یه نکته رو بگم. نه حرفتون کاملا درسته، ولی این رژیم با تکیه بر قوانین شریعت یا قوانین مذهبیه که این کار رو میکنه. ولی اگر که شما یه قانون، یه مملکت سکولار داشته باشید، یه مملکتی که مذهب اصلا درش دخالت نداره، آدمای مذهبی میتونن سیاسی باشن، نظر سیاسی داشته باشن، با یه چیز موافق باشن، با یه... مثل امریکا یه ده آدمای مذهبی هستن که مخالف سخت جنینن، خب بله. ولی به خاطر این که مخالف سخت جنینن که نمیگیرن گردن آدما رو بزنن بله. که اگه افراطی شدن یه کارایی میکنن، میرن بمب میزنن تو اون کلینیکایی که سخت جنین انجام میشه، یعنی میتونن خطرناک باشن. مسئله اسلام تنها نیست، مسئله تعصب، مسئله افراطگرایی. اگر مسلمان افراطی باشه، اگر مسیحی افراطی باشه، اگر یهودی افراطی باشه، اگر بودایی افراطی باشه، خطرناکه. 100% افراط رو بعد از بین ببرن، تعصب رو بعد از بین ببرن و بعدم اجازه ندن که هیچ مذهبی در سازماندهی و یا در اداره کشور و در نهاد حکومتی کشور دخالت بکنه. حالا آدم سیاسی هستی، نظر سیاسی داری، میای میگی من به این آدمی که موافق منه رای میدم، کارت اینه دیگه، میگه فکر میکنی آیا آدم محافظه کاری هستی، به محافظه کار رای میدی، مذهبی هستی، به یه نفر کاندیدا هست یا نامزد مذهبی میخواد بره تو مجلس یه رای رو، یه قانونی رو، لایحه رو ببره که بعدن آیا تصویب بشه آیا نشه، میگه من به اون رای میدم. خیلی خب، این دموکراسی یعنی همین. دموکراسی مشکلات خودش هم داره، یعنی اگه که تعدادشون بیشتر بشه، خب بالاخره یه چیزی زورش بیشتر میاد، گروهی زورشون بیشتر میشه. ولی قانون که بگه اگر که تو به کفر گفتی باید اعدامت بکنن، باید سرتو بزنن، اون وقت مسئله اونجا پیش میاد. مسئله این که تو با باورت انقدر محکم میشه و در این باور و تعصب انقدر افراط میکنی که به خودت اجازه میدی آدم دیگر رو بکشی. چرا؟ چون یه نخ موش بیرون بوده. آخه اصلا یه چیز غیر قابل باوره. نه تنها به خودت اجازه میدی یه آدمی رو بکشی، یه موقعی هم که میخوای یه آدمی رو بکشی، به بهانه دین و مذهب میری اونو میکشی. اینو کردن بهانه که سیاست کنن، مملکت رو بگردونن و با دین مردم رو مجازات بکنن. من نظر شخصیم اینه که دین از سیاست جداست و اگر که ما با امید خدا یه مملکتی داشته باشیم، دین از حکومت جداست. دین از حکومت جداست. بله، دین یه آدم مذهبی میتونه سیاسی باشه، اینو نمیتونیم ازش بگیریم، حقشه. ولی دین بعد از حکومت جدا باشه، از حکومت باید جدا باشه. یعنی یکی نمیتونه بدی قانون اساسی کشوری تو یه قانون اساسی بنویسن بگن این قانون اساسی اینجا دین رسمی اینجاست و قوانین بر اساس قوانین مذهبی است، بر اساس شریعه است، یا بر اساس قوانین دین یهودی، یا بر اساس قوانین مسیحیت. تو امریکا نیست هیچ قانونی. قانون، بهترین قانونی که گذاشته شده، بیانیه جهانی حقوق بشره. همه انسان ها، تمام این 40 ماده‌ای که داره، اگر همه کشورها اینو جز قانون اساسیشون بزنن، اصلا هیچ کس با هیچ کسی که دعوا نداره. مذهب موقعی که میاد داخل حکومتی، به کلی اون مملکت ریشه‌ش رو میزنه، همینطور که الان میبینیم توی ایران. و ایران اینو خوب یاد گرفته، خیلی خوب یاد. و تو این تله دوباره نمیافته. من میگم حالا این همه هممون نفرت داریم از حکومت اسلامی، این همه راجع به این حکومت بد میگیم، یه چیز خوبش هم بد بگیم. هیچ حکومت دیگه، هیچ رژیم دیگه نمیتونست تو 40 اینجوری آبروی مذهب رو ببره. بله، یعنی دیگه برای مردم ایران مذهب حل شده است. مذهب یه چیزی که گذاشتن درشو بستن، گذاشتن تو گنجه، دیگه نمیخوان راجبش حرف بزنن. نفرتی که پیدا کردن از اینی که این رژیم داره با نام مذهب اینجوری حکومت برشون میکنه، هیچ رژیمی دیگه نمیتونست اینجوری پدر مذهب رو در بیاری که اینا در بود. و امیدوارم که بگم، من اینو دوباره بگم که به احترام همه مذهبا، هر کسی، هر فرقه و هر دین و هر چیزی برای خودش و خانوادهش و خودش و حتی برای خانوادهش هم، واقعا هر کسی برای خودش باید دین داشته باشه و انسان خوبی باشه تو این دنیا. این دین
فقط وسیله‌ای باشه که اینو یک انسان خوب بکنه تو این دنیا، حرکتش رفتارش مثبت باشه برای دنیا. خیلی هم احترام اون آدم با هر دینی که هست قائل هست. قربون شما برم، من که من احساساتی کردین، میدونم وقت شما خیلی ارزشمنده و نمیخوام زیاد بیشتر از حد پامو از گیریم خودم اضافه کنم، ولی دلم میخواد که اگه که مصاحبه رو میبندیم یه مطلبی که خودتون احساس میکنیم مهمه که الان در این موقعیت به اشتراک بذاریم با همگی، من همه جور گوشم. الان مهمترین چیز برای ما اینه که فقط فکرمون با ایران باشه، با ایرانیا باشه و کمک و یاری به اونها به هر صورتی که میتونیم، با کلام، با قدم، با درم، همچون که میگن، یعنی اگر که میتونیم کمک مالی بکنیم بکنیم، اگر که میتونیم کمک فکری بکنیم با شما همراه باشیم. ببینن که مردم اونا رو دارن میبینن، دارن بهشون فکر میکنن، دارن برشون انرژی میفرستن، دارن کمکشون میکنن که صداشون رو بقیه مردم هم بشنون. در نتیجه کمترین کاریست که ما میتونیم بکنیم غافل نشیم ازش، یاد ایران رو از یاد نبریم و فکر کنیم که درسته که در خود کشور ایران از نظر جغرافیایی نیستیم، ولی در جمعی و کامیونیتی هستیم که فکر میکنیم یه ایران خودش برای خودش و اینجا میتونیم اون کاری رو که بچه از ما میخوان انجام بدیم. با امید خدا خیلی قشنگ گفتین. منم خیلی خیلی از صمیم قلب از شما ممنونم که با من این صحبت رو کردیم، به خاطر اینکه منم این چند وقته خیلی احساساتی بودم و اولین هر کسی که فکر کردم که بیشتر دلم بخواد که باهاشون بشینم و درد و دل کنم و یاد بگیرم و این صحبت رو باز بکنم، حقیقتا شما بودین. برای اینکه با شما خیلی احساس راحتی میکنم و از صمیم قلب شما خیلی احترام دارم برای نالجتون، برای تجربتون خیلی زیاد، و من سوشال میدیای شما رو که فالو میکنم میبینم مثلا یه چیزی شما رو ناراحت کرده، من از راه دور ناراحت میشم. خدا شاهده. امیدوارم که هممون الان بیشتر محبت کنیم با هم دیگه، احترام بذاریم. خیلی کسایی که من شاید زیادم با ازشون همچین خوشم نمیمده مثلا، الان میبینم مسیج میزنن چقدر تلاش میکنن، من الان اینا رو حمایت میکنم. یعنی الان میگم اصلا وقت این نیست که کسی سلیقه شخصی بیاره تو. خیلی امیدوارم که همه با احترام و محبت پشت سر هم دیگه باشن و این کلمه احترام رو هم پایه خودشون نگه دارن، برای اینکه ما الان از ایرونیایی که ایران دارن جنگ میکنن از این مملکتشون احترام میخواستن، محبت میخواستن. همه ما آخر خط اینجاییم که به هم دیگه بتونیم عشق ببرزیم، و الان هر چیزی میتونه ما رو از هم جدا کنه باید حواسمون باشه، تفرقه نداشته باشیم، همبستگی داشته باشیم. و من که خیلی دلم روشنه، شما هم که امروز حرفاتو نمیشنوم خیلی بیشتر دلم روشن میشه، برای که امید شما رو میبینم. بله، هممون دلمون روشنه، آینده روشنی رو میبینیم. و آخرین چیزی که میخوام بگم اینی که از خودت و از همه هنرمندانی که کار میکنن و روی صحنه میرن خواهش کنم که اصلا فکر نکنید که برنامه هاتونو کنسل کنید، اصلا فکر نکنید که نرید رو صحنه. الان موقعی است که ما باید با هم باشیم. من اون شبی که برنامه شما اومدم، این انرژی که جمع به خودت داد و انرژی که شما به ما دادی و ما همگی به هم دیگه دادیم، دو مرتبه ما رو شارژ کرد برای اینکه بریم و دو مرتبه فعالیتامون رو ادامه بدیم. این همدلی با هم بودن، الان یه موقعیتی که تنها که تو خونه میشینی افسرده میشی، نگران میشی، میترسی، ولی بعد که میری تو جمع یا تو تظاهرات میری یا یه جایی به خبر میدن، میگن گرد همایی، صحبت دارن میکنن، سخنرانی دارن میکنن، کنسرت، شو مثل شوهایی که شما میذاری، بهترین موقعیت برای اینکه ما با هم باشیم. و هیچ کدام از این برنامه‌هایی که الان تو این 6 هفته یا بعد از این روی صحنه خواهد رفت، هیچ کدام مثل قبل نیست، مثل قبل از این اتفاقات نیست. همش سیاسیه، همش همدلیه، همش پیام‌های پر از معناست که بین ماها رد و بدل میشه، بین اونا که رو صحنه هستن، از خواننده و هنرپیشه و هنرمند و استندآپ کمدین بگیری تا به آخر. دم همتون گرم، خسته نباشید و کار خوبتون ادامه بدید. حتما. I love you. I love you too. قربون شما برم.